حمله های شبه نظامیان به مواضع در عراق، حمله های حوثی های یمن به عربستان سعودی و دیگر فعالیت های تخریبی گروه های شبه نظامی در منطقه که عمدتاً گروه های نیابتی جمهوری اسلامی تلقی می شوند، در هفته های اخیر افزایش چشمگیری داشته. همزمان در شرایطی که آمریکا آمادگی خود را برای گفتگو با ایران در مورد برجام اعلام کرده و قدرت های اروپایی تلاش دارند ایران را به پای مذاکره بیاورند، جمهوری اسلامی نه تنها به این دعوت ها پاسخ مثبت نداده، بلکه بر فعالیت های هسته ای خود افزوده و عدم پایبندی خود به برخی توافق های قبلی با آژانس بین المللی انرژی اتمی را اعلام کرده است. در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و پژوهشگر مطالعات صلح، از او پرسیدیم در محاسبات جمهوری اسلامی چه میگذرد و چه هدفی را دنبال میکند. آقای بایدن روشن کرده که مسئله برگشت به برجام رو منوط به این میدونیم که فراتر از برجام هم مذاکره بشه، از جمله و مهمترین اونها به نظر من مسئله نیروهای نیابتی هستن. حالا در مقابل هم در طی همین روزها و هفته های اخیر دیدیم که این نیروهای نیابتی هم از خودشون فعالیت هایی رو نشون دادن، من جمله حمله ای در عراق، در اربیل عراق، در اقلیم کردستان بوده، اخیرا امروز به عین الاسد دوباره حمله شده، یا حمله حوثی ها به بعضی مراکز عربستان سعودی و از این دست قبیل ها اتفاق افتاده. در کلیت اونچه که من استنباط میکنم پیام این فعالیت ها، این اقدامات این هستش که از نگاه تهران موضوع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نمیتواند در دستور کار مذاکراتی قرار بگیره. دلیلش هم روشن هستش، به دلیل اینکه با استفاده از این نیروهای نیابتی کاملا خودش رو پهن کرده در منطقه و مایل هستش از این کارت استفاده بکنه. با این حساب فعلا در مرحله چانه‌زنی میبینم تهران و واشنگتن رو، که آیا موضوع صرفا محدود به برجام باشد. اگر که حسن نیتی، اگر که شرایط واقعا طوری انجام بشود که اطمینان حاصل بشه، تصور میکنم لااقل جریانات اعتدالگرای درون جمهوری اسلامی مایل هستن که بحثای دیگر رو هم با آمریکا پیش ببرن، گرچه در این حال بسیار بدبین هستم که شخص آقای رهبر جمهوری اسلامی حاضر باشه به فراتر از برجام اساساً بیاندیشه و دستور مذاکرات قرار بدهد.